تو این درس تصمیم داریم یک حالت انیمیشن برای شنهامون ایجاد کنیم. ابتدا اگر من اینجا پلی کنم میبینیم که به تعداد 240 فریم اینجا برای من مشاهده میشه. اما من به 240 فریم نیازی ندارم و میخوام تعداد فریم هامو کم کنم. برای کم کردن فریم ها اینجا ابتدا روی استاپ کلیک میکنم، روی آخرین دکمه این ردیف گلوبال کلیک میکنم. در این قسمت دقت کنیم مقدار استارت 1 و مقدار N 240 تعریف شده. من مقدار N رو به مقدار عددی 50 تغییرش میدم و بر روی سیو از کلیک میکنم و کلوز میزنم. اگر دقت کنیم الان من پلی کنم میبینیم که به تعداد 50 فریم اینجا دارم. پس به این صورت من تونستم تعداد فریم هامو تغییر بدم. حالا برای انیمیت کردن چطور این کار انجام بدم؟ من برمیگردم توی نود سورس اینپوت رو سلکت میکنم. دقت کنید حتما نیازی نیست انتخابش کنید. من انتخاب میکنیم اینجا چیزی نداریم. ما همون حالت آتپوت رو انتخاب میکنیم. اما وقتی که به این قسمت برمیگردیم فقط اینو سلکتش میکنیم که بتونیم تغییرات روش اعمال کنیم. با سلکت کردن تنظیمات اون برامون تو این کادر نشون داده میشه. روی سربرگ برس یا تب برس کلیک میکنیم. در قسمت این کود اکتیویشن میبینیم که مقدار 1 رو شامل میشه. گل آرت رو میگیریم و این قسمت کلیک میکنیم تا تو حالت انتخاب قرار بگیره. مجدد اینجا با استفاده از این دکمه به فریم 2 تغییرش میدیم. وقتی که به فریم 2 رفتیم اینجا این مقدار رو به مقدار عددی 0 تغییر میدیم و گل آرت رو نگه میداریم و یک بار دیگه کلیک میکنیم. تا به مقدار عددی 0 تغییر پیدا میکنه و ثبت بشه. اینجا الان یک حالت انیمیت برامون ایجاد شد. برای اینکه بخوام این حالت انیمیت رو ببینیم کلید شیفت رو نگه میداریم. برای اسم اون یعنی ایمپوز اکتیویشن کلیک میکنیم. حالت انیمیت اون اینجا مشاهده میشه. و برای اینکه در محیط بزرگتر بتونیم این قسمت رو ببینیم کلید اسپیس و حرف جی از صفحه کلید رو میزنیم. نوع حرکت اون اینجا برامون مشخص رو میتونیم بهتر ملاحظه کنیم. این کار رو میبندیم و اگر ما الان اینجا پلی کنیم میبینیم پلی کردیم و تغییر خاصی اینجا برامون اعمال نمیشه. برای اینکه بتونیم این تغییرات رو ببینیم لازمه که یک نود دیگه وارد صحنه‌مون کنیم. حالا این نود گراویتی رو ما میخواییم بیاییم تو این قسمت قرارش بدیم. کلید تب از صفحه کلید رو میزنم و گراویتی فورس رو اینجا داریم. روی اون کلیک میکنم و تو این قسمت قرارش میدم. بین نود مرج و آوتپوت اینجا برامون قرار گرفته. حالا اگر پلی کنیم و ببینیم میبینیم که اینجا تغییرات برامون اعمال شده و میتونیم حرکت این شنهامون رو ببینیم. الان اینجا اگر دقت کنیم شبیه سازی خیلی سریع اتفاق میفته. اینجا یه دکمه داریم شبیه ساعت. روی اون اگر کلیک کنیم نوع حرکت طوری میشه که در طول این 50 فریم این حرکت برامون اتفاق میفته. اگر دیدیم که ریزش شنها اینجا برامون اتفاق نیفتاد قسمت ایموشن تایپ رو چک کنیم. مطمئنه اون قسمتی گفته بیم اون حالت آل پوینت تنظیم کنید رو تنظیم نکرد و اون قسمت رو مشخص کنید.